یکی از اینا اومدن شما رو با بدبختی هایی که گرفتارشون هستید آشنا کنن کدام یک از اینا به شما گفتن چگونه خودتون رو نجات بدید نکردن این کارو حالا هم که من اومدم توی این برنامه دارم این رو میگم از همه طرف به من حمله میکنن یا کوشش میکنن که برنامه رو تا جایی که ممکنه قطع کنن یا اینکه میان حرفهای دیگری میزنن که خب شما بینندگان هستید و قضاوت خواهید کرد در این باره توضیحاً هم برای شما بینندگان بگم اون شماره ای که در پایین تلویزیون میبینید نوشته شده بنا به درخواست شما بینندگانی که مرتب میخواستید که ما تلفن بذاریم و مایلید که از طریق کردیت کارت به این برنامه یاری برسونید گفتید براتون مشکله که برید به اون حساب بانکی پول بریزید در کشورهای خارج از ایالات متحده آمریکا هستید میتونید به این شماره ها زنگ بزنید شماره کردیت کارتتون رو بدید اگر مایلید واقعا این برنامه ادامه داشته باشه چون به شما گفتم این تلویزیون خرج داره ساعت هاش رو میفروشه ما داریم ساعت رو میخریم که بیایم این حرفا رو برای شما بزنیم در نتیجه نیاز به یاری شما ایرانی که در خارج از کشور هستید داریم و شما خودتون در تلفن هایی که پس از برنامه داشتم از من خواستید که براتون شماره ای رو بذارم که بتونید به اون شماره تلفن کنید و کردیت، از طریق کردیت کارتاتون یاری برسونید این شماره ها هست تلفن کنید شماره کردیت کارتتون رو بدید بفرمایید که چه مقداری مایلید کمک کنید و اگر مایلید که به صورت ماهانه آبونمان پرداخت کنید اون رو هم بفرمایید تا ما با توجه به بودجه سعی کنیم که زمان برنامه رو بیشتر کنیم روزهای بیشتری برای شما برنامه داشته باشیم ما الان واقعا امکان مالی رو نداریم برای زیاد کردن برنامه ها و این یه چیزیه که باید همه با هم دست در دست هم بذاریم با یاری همدیگه این کار رو انجام بدیم شمایی که در خارج از کشور هستید با یاری مالی شمایی که در درون کشور هستید با پشتیبانی از آموزگاران و با پیشنهاد که آموزگاران کردند که بعدا به آگاهی شما خواهم رسوند داشتم درباره تهدید فرمانده بسیج فرهنگیان و سخنان او با شما صحبت میکردم گفتن لذا شاهد بودیم بحث لایحه خدمات کشوری را مطرح کردند که مشکلات را حل نکردی یعنی خودشون دارن میگن که شما آموزگاران مشکل دارید چون میدونن که چقدر گرفتار هستید مشکل ما لایه خدمات کشوری نیست راست میگن ببینید میگفته مشکلشون کیه مشکل ما کسانی هستند که میخواهند مسایلی را ایجاد کنند دشمنان یعنی ما دشمنان که نتوانستند از دو بحث تحسنهای دانشجویی و کارگری وارد شوند وارد بحث تحسن معلمان و مقوله آموزش پرورش شدند اینها افراد مغرضی هستند که نمیخواهند آموزش و پرورش روی چهار ستونش محکم قرار گیرد مردک دروغگوی پست بسیجی ما نمیخوایم آموزش پرورش رو چهار ستونش باشه یا شما شما یعنی یادتون رفته یا نخوندید یا به شما نگفتند که همین آخوندهای گجستک چگونه مخالفت میکردند با تأسیس دبستانها و آموزشگاه ها به سبک نوین؟ اینا فقط همون مکتب خونه ها رو میخواستن یه چوب دراز دستشون بگیرن بزنن تو سر بچه بگن قرآن رو یا پنج الحمد و فلان و اینا رو به زبون عربی بخون بعدم یادش بدن با پای چپ بره توالت و بعدم بیاد پای روزه بشینه شما شما اومدید چهار فرهنگ رو درست کنید شما که بارها هم رهبرتون هم رهبرانتون گفتن که هدفشون این هست که نظام آموزشی نوین رو از کشور وردارن برگردونن به نظام قدیم شما بسیجی ها یا آگاهی ندارید یا مزدورید که فرموندتون چنین چیزی رو میگه شما اگر راست میگید بسیج یا پاسدار هستید اگر پا بسیج ایرانی هستید پاسدار ایرانی هستید باید برای ایران کاری بکنید اگر بسیج و پاسدار اسلام هستید که هیچ مثلا رفتی به ایران نداره شما آموزش رو اینگونه میخواید که یک آخوندی بیاد بشینه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والسلام على اشرف أنبياء والمرسلين المصطفى الامجد محمود والاحمد ابو القاسم محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله حكيم في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أقموا الصلاة يؤتون الزكات تنها ان المنکر و امر بالمعروف و تنها ان المنکر و خاکتون بر سر که رفتید نشستید پای منبر منبر یک مش آخوند خر که این چنین مورد شستشوی مغزی قرار گرفتید که این چنین ناآگاهانه دارید آموزگاری رو که فرزند خودت رو هم میخواد آموزش بده به خاطر اون پولی که داری میگیری ای مزدور کثیف به خاطر اون پولی که داری میگیری این گونه آموزگار رو تهدید میکنی این گونه دروغ میگی کی چهار ستون آموزش و پرورش رو به هم ریخت شما که دو سال دانشگاه ها رو تعطیل کردید به عنوان انقلاب فرهنگی شما که آموزگار رو به روزی انداختید که برای شام شبش محتاجه شما که خودتون گفتید بارها شکم گرسنه دین و ایمان نداره چطور انتظار دارید آموزگاری که صبح نتونه صبحونه شو بخوره قضا نخورده گرسنه نشه بچهش گرسنه است رخت و تنش نیست بیاد به فرزندان شما درس یاد بده میدونم که البته شما فرزندانتون جداگانه است از فرزندان ایرانی ها میدونم که شما با اون پولی که بابت مزدوریتون میگیرید بابت قارت و چپاول ایران زمین میگیرید زندگیتون با بقیه فرق میکنه چهار ستون آموزش و پرورش رو کی خراب کرد درباره این آموزش و پرورش به شما خواهم گفت که شاهنشاه آریامه چی فرمودند و این رو تازه از زبان یکی از دشمنان ایشون الان به آگاهی شما خواهم رسوند ولی اول ببینید که این مزدور بیگانه این مزدور اجنبی چی گفته در تهدیدی که کرده از آموزگاران چون میدونن که تا چند روز دیگر دبستانها ها باز میشه آموزگاران ب... آموزگاران به سر کارهاشون برمیگردن و تصمیم گرفتند که پایان بدند به این مصیبت به این ننگ جمهوری اسلامی و این کار رو حتما خواهند کرد اکنون برای ما بحث دشمن شناسی مهم است آره اتفاقا برای ما هم مهمه ما هم شما دشمنان رو شناختیم شما هم اگه میخواید ما رو بشناسید بشناسید میهن پرستان ایرانی دشمن شما هستند کسانی که از فرهنگ ایرانی آگاهی دارند تاریخ ایران رو خوندن تاریخ راستین ایران رو خوندن با شما دشمنند هر کس که وجدان داشته باشه با شما دشمنه هر کس که انسان باشه با شما دشمنه چون شما نه تنها ضد ایرانی هستید شما ضد انسان هستید اکنون برای ما بحث دشمن شناسی مهم است لذا باید نگاهمان در این باره تغییر کند چرا که شرایط فعلی می طلبد. که دقت کافی داشته باشیم و راه را به روی دشمنان باز نکنیم بنابراین باید با حربه فرهنگی جلوی زبانها را بگیریم با کدام حربه فرهنگی جلوی زبان را بگیرید هربه فرهنگی کاریست که ما داریم میکنیم شما که فقط با ترور با اعدام با شلاق با قطع کردن دست پا با روب و وحشت دارید کاراتون انجام میدید اگر قراره که جلوی زبان ها رو بگیرید این چجوری اسمش هربه فرهنگی است جلوی زبان گرفتن فرهنگ کجاست فرهنگ تازیان فرهنگ وحشیان فرهنگ 1400 سال پیشه فرهنگ دنیای متمدن امروز نیست شما خودتون دارید نشان میدید که چقدر آدم های بیدانشی هستید نشان میدید که چه آدم های جنایتکاری هستید نشان میدید که چه آدم های پست و رزلی هستید از کدام فرهنگ صحبت میکنید؟ فرهنگ که جلوی زبان، فرهنگ ایرانی که نمیاد جلوی زبان رو بگیره فرهنگ ایرانی که اندیشه نیک یا پندار نیک کردار نیک و گفتار نیک داره شما از اون فرهنگ صحبت میکنید شما که آموزگار وقتی میاد اولین کمترین